در ادامه می نویسه عزیزان که اگر حریت نبود آن خبیص نمی نوشت که قانون قرآن امروز ما را کافی نیست. باید سی هزار حکم جل کنیم تا اداره امروزی ما را کافی باشد. و اگر مساوات نبود به عنوان سرسلامتی و تحبیب از حب میاد میشه دوستی به خانه کفار نمی رفتند و آن کلمات کفرامیز را در منبر نمی گفتند. اگر مساوات نبود آن زنادقه چند نفر مسلم را به لوس قتل یک نفر گبر با سوی حال نمی کشتند. مثل اینکه یک نفر زرتشتی رو یه ده مسلمون کشتن یا قصاص کردن بعد میگه چرا قصاصشون کردین ها رو حال آنکه ابدا در قانون الهی ما چنین مجازات مقرر نشده نگفتن که موقع که یه مسلمون زرتشتی رو میکشه مسلمون باید قصاص بشه این هم از ادارت در اسلامه و می نویسه که اگر این جماعت مقصود جز اجرای قانون الهی نداشتن چرا قانون مجازات آن از اونشون مشروط است تمام برخلاف قانون الهی بود تو نگو که قانون دولتی بود مگر دولت میتواند تواند شرعن اعراض از قانون الهی بکند یعنی دولت دل دل منحرف بشه از قانون الهی و خود را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانونی جعل کند و در مملکت مجری دارد و به این وسیله قانون الهی مسروق شود این تیکش جالبه میگه اگر مقصود حفظ حمای اسلام و مسلمین بود چرا عدلیه را مجمع این اشخاص معلوم الحال کردند و چرا آن قاضی ملحد حتی که لامذهب را به قضاوت فلان اداره مقرر نمودند و چرا دو حق استیناف استیناف دعوی از برای متخاسمین تعیین نمودن استیناف اون تجدید نظر میشه یعنی اون حقوق مدرن دیگه اون دادگستری مدرن حق استیناف میده یعنی موقعی که قاضی رأی صادر میکنه اون مجرم میتونه بیاد اعتراض بزنه که من اعتراض دارم به این رأی که شما صادر کردید این اینه، این حقوق بشر از توی اسلام میاد بیرون و من میخوام این رو عرض کنم این روحانیت در طول تاریخ به این چنین بوده یعنی فرقم نمیکنه شما چه در اروپا نظاره کنی، چه در امریکا نظاره کنی، چه در ایران فرق نمی این روحانیت همیشه در برابر این تجدد قرار گرفتن پافشاری بر سر تاریک اندیشی به قولی ستیز با آزادی انسانها ها اصلا خاص روحانیت این خاص دستگاه روحانیت خیلی مهم از این رو من اصرار دارم که دوستان اینو حتما یک بار خودشون بخونن یک بار که کفایت نمیکنه چندی مرتبه این خونده بشه که ببینید چجوری در پنج برگ حالا اون حدیش که به دست ماها رسیده در پنج برگ با کرامت انسان با شرافت انسانها، با حقوق انسان ها داره می جنگه. حالا بعض بدتر هم میشه یک خور بیایم. ای عزیز اگر مقصود تقویت اسلام بود انگلیس حامی آن نمی و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود عوام را گول نداده پناه به کفر نمی بردند آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسلام شود و ملکم نصارا حامی اسلام باشد این ملکم خان رو داره میگه که در باب قانون اینا صحبت میکرد مرد بزرگی بود این و عدل اسلامی را که اساسش بر اختلاف حقوق است این دوستان میان صداشون رو, رو روی من بلند میکنن میگن تو چرا میگی آقا اسلام ضد انسان نیست خب به خاطر همینه به خاطر اینکه حقوق برابر انسانها رو قبول نداره من تو کلاب هاوس که برید این مسلمانان این مسلمین عزیز این آخوندها بحثشون رو همین مباحث دیگه آقا شما چرا مثلا میگید حقوق زن و مرد برابره اینه تفکرات همینه شیخ فضل نوری تغییرم نکردن دوستان و اینها من عرض کنم اینها این رو شاید حالا دوستان خورت آزورت خاطر بشن و این جماعت تا زمانی که یک نیروی قهریه قهریه قانونی منظورمه یک خشونتی بر بال سر اینها نباشه اینا در لاک خودشون نمیرن مسلمی جدی میگم ات با یک تبعیضی بعد علیه که اینا داشته باشیم تا اون موقع بگن حقوق بشر الان تو آلمان هست دیگه تو آلمان نمونهش هست حالا مسلمان طرفی خورده شما بهش چیز بگی نه آقا حقوق بشر من چه آزادم که تبلیغ دین خودم میکنم شروع میکنن دفاع میکنن از حقوق بشر به خاطر اینکه تو اقلیتن یک خشونت غیر اسلامی هم بالا سر این هاست خشونت منظورم حالا آلمانی میگن گوالت منظورم اون قوی قهری است خب قوی مجری است منظورم خوشونه از ضرب و خیابانی نیست اونا بالا سر اونهاست از اون میگه میچسب میدن به حقوق بشر ها ما حقوق حقوق بشر تا یه خورده چیز میشه حقوق بشر ولی موقعی که قدرت دست خودشون باشه بنیان انسانیت رو از جا میکنن اینها نمونه رو دارید میبینید دست من هستن ردش نه فراموش کنید این رو هستن با همین در روز 15 روز پیش دوستان گلوم درد که با همین دربز مسلمانان مخص شسته با این بسیجیان البته من خیلی وقتا موقعی که میگم مسلمان منظور این بسیجیانه یعنی مستاقشون ها رو دارم قلم داد میکنم بسیجیان دهنگوشات که فقط حوار میزن حال آن گندش هم در اومده چندی پیش یکیشون چند میلیارد میدونم پول کشیده بالا بسیجی 17 سال رو کردن توی ایلام نمیدونم رئیس قرارگاه فرمانده قرارگاه از اسلام نام محمدی و میگه و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود عوام را گول نداده پناه به کفر نمی بردن آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسلام شود و این که خوندم از ملکم خان صحبت میکنه و میگه که حرفش اینه که میگه در اسلام ما برابری در حقوق نداریم زن و مرد متفاوتن یک روحانی با یک انسان معمولی متفاوته شاه با رعیت متفاوته پیامبر و باقی افراد متفاوتن اینه میگه حقوق مساوی نداریم ما مسیحی با مسلمان متفاوته جنسیت شما مذهب شما حقوق شما رو متمایز میکنه در اسلام اینو خیلی سخت فهمون به این دوستان گرامی خودم مسلمانان عزیز با آن کار بسیار دشواری است سعی میکنی همین رو بفهمونیم که آقا این اسلامی که شما دارید میگید این چنینه اینو بعد بشین اصلاح کنید یا یک دید با دید تردید نگاه کنید به این اسلام باور کنید این رو میتونم بفهمم مغز اسطوره ای ماست این مغزی است که چندین میلیون سال این تغییرات انباشتی دست به دست همدیگه دادن به این شکل در اومده و نمیتونه اصلا بدون دین زندگی کنه این مغز بدون دین نمیتونه جهان رو درک کنه بدون استعاره ها بدون جادو نمیتونه واسه یک سری انسان های خاصی است بسیار خاص شاید این مغز بتونه به صورت تحلیلی به صورت منطقی علمی عمل کنه ولی باید خورد خورده به دید تردید نگاه کنیم خورده شک بد کنیم این اسلام از آزمایی شده تجربه شده متونش هم هست مثل این خورده تردید داشته باشیم من تمامش کنم سریع تر برسیم به تحلیل کلی البته مونده متاسفانه دو برگ دیگه مونده و میگه که ای عزیز اگر مقصود حفظ شرع بود نمیگفتند که مشروط محبوب ماست نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود این شیخ فضل الله نوری طرفدار مشروع بوده شرع و این جورسپرودنس و شریعت اگر در این کار قوت اسلام بود پس چرا اشخاص معروف به تقوا و زهد و ایمان خار و موهون شده بودند ولی فرق زاله و ملاهده و آثار کفر قوی و ظاهر شده بود چرا این همه در جرایدشان تکلیمات تکریمات از فرقه زرتشتی و سلاطین کیان میکردند من خنده هم میگه تکرش رو خونم چون در اون دوران تاکید روی دین زرتشتی میشد و اون حفیت ایرانی و اون سلاطین کیان منظورش اون ساسانیان و اون خامنشیان و اون یه دم میگن آقا با رزاخان شروع شده شما نمیدونید ایران رو دید. اسم ایران ما رزاخانه رزاشا این رزاشا ایران رو درست کرده این کلمه ایران رو منظورم از سیاسی و اجتماعی که بله درست کرده ولی نبوده اون دوران آقا کسی اصلا نمیشناخته خب زمان شیخ فضل نمی رسن رزاشا کجا بود خب زمان چی این آقا دارید این اون دوران شروع کرده بودن این رو میخوام بگم به طور کلی یعنی پیش از رضا شروع شده بود رضا شاه اومد اینا رو کنار همدیگه اوورد به قولی گفت حالا فعالیت کنین کتاب بنویسید به قولی آرامگاه واسه فردوسی درست کنین حمایت میکرد اینها رو این نیست که چون بحثشون هم اینه دیگه بعد نتیجه میگیرن که جل شده چون از دوران رضاخان خان شاه شروع شده این جل شده پس نه این دوران آقای شیخ فضلای نوری هم بوده این مباحث که دیگه داره اعتراض میکنه یعنی بوده که داره اعتراض میکنه دیگه شو بخونم می‌نویسه چرا این همه در جرایدشان تکریمات از فرقه زرتشتی و سلاطین کیان می‌کردند و آنها را که اخبس توایفند منظورشون زرتشتانی بیچاره طایفه نجیبه می‌خوندند. راست می‌گه می‌گفتند دین بسیار خوبی است دین زرتشتی خب ما اصلمون زرتشتی بودیم پدران ما زرتشتی بودن این اسلام اومد و این داستان هم عرب اعراب به حمله مسلمانان به ایران و چرا این همه جرائد پر, پر از کف را که سبب تضعیف عقاید مسلمین بود من نمی میگه که اینا اگر میخوان از اسلام دفاع کنن دقیقا حرف خمینیه به شام همینها رو میگفت میگفت اگر تو مسلمانی و شاهد شیعه هستی که باید باشی طبق قانون اساسی طبق قانون مشروطه و مدافع اسلامی چرا مثلا میخوای حق رای به زنان بدی عین همین رو خمینی هم میگه که حالا آره مصادف شد این مطلب با ورود خمینی و بحث انقلاب ننگین 57 در ادامه می نویسه ای بیچاره برادر عزیزم بدان که حقیقت مشروطه عبارت است از آن که این خیلی مهمه این خیلی مهمه منتخبین از بلدان به انتخاب خود رؤیا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات اصر بکنند و قانونی مستقلا مطابق با اکثر آرا بنویسند موافق مقتضای اصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اتر یعنی اون ش... شریعت پاک بلکه هرچه به نظر اکثر, اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن آن قانون به دو اصل میشوم نامبارک نامیمون که مساوات و حریت افراد سکنه مملکت است باشد این بزای توضیح بدم دوستان میگم خیلی خوب فهمیده یعنی انصافا خیلی دقیق متوجه شده که ظرفیت های مشروطه چیه ظرفیت های اسلام چیه این آقای شیخ فضل نوری داره میگه که ببینید توی مشروطه داستان اینه که مردم میرن رأی میدن یه عده میرن در قوه مقننه میشینن شروع میکنن به قانون گذاشتن و کاری هم اصلا به شریعت اون جورس پرودنس شر شریح ها اینا ندارن هیچ کاری ندارن فقط دو اصل رو مد نظر قرار میدن عدالت و آزادی یعنی اون قوانینی که ما میذاریم نباید به قولی سلب آزادی از شهروندان کنه نباید تبعیض آمیز باشه همین میگم خیلی دقیق متوجه شده خیلی خوب متوجه شد ادامه شو بخونیم میگه ای عزیز آیا به قرآن قسم خوردی که همراهی با این مفاسد بکنی؟ بدان که حقیقت قسم خوردن تو به قرآن که همراهی با مشروط بکنی آن است که به قرآن قسم یاد کرده باشی که مخالفت قرآن کنی یا اگر تو به قرآن قسم خوردی که با مشروط همراهی کنی متناقضه داری قسم میخوری به قرآن که با قرآن مخالفت کنی زیرا بنای احکام قرآن بر اختلاف حقوق اسناف بنی نوع انسان است و تو به قرآن قسم خورده ای که همراهی با مساوات کنی و بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است و تو قسم خوردی که همراهی کنی با آزادی دادن به آنها و قرآن فرموده مسلم را از برای کافر قصاص نمی کند تو قسم خورده ای که همراهی کنی در اثبات حق قصاص از برای کافر نیاز به توضیح مختصری داره دوستان بهتر از من میدونن داره میگه که حقوق اصناف و این مباحث مب... مب... سنف و این داستان و گروه ها م... مب... زنان مثلا یا اون چه قرآن نگفته که زن و مرد با هم برابرن و گفته اتفاقا مردان نسبت به زنان برتری دارن پس شما چجوری میخواین مثلا بگین حقوق برابر بین زن و مرد یک تضاد این است. هیچ کارش هم نمیشه کردیم و میگه که انسان با هم متفاوت انجام مثلا میگه بعد جزیه بدید به خاری و خفت بعد جزیه بدید خب این منظورش ایناست و در رابطه با آزادی هم دقیقا همین رو میگه میگه که بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است آزادی بیان و اندیشه آزادی, آزادی نگارش هر کی اومد به شما گفت دوستان اینو دو دارم عرض میکنم هر کی اومد به شما گفت که این قرآن هیچ منافاتی با آزادی بیان نداره هیچ منافاتی با آزادی قلم نداره بدونید که یاد داره شیادی میکنه یا کتاب ها رو خوب نخونده یا نمیفهمه از این سهالت خارج نیست دروغ میگه دروغ پردازه میکنه بخواد انسان ها فریب بده آقا با این با قرآن جور در نمیاد یکی شیخ فضلا این هم داره میگه دوستان خودم در نمیارم باور کنید یک کلمش خودم در نمی بردم این قسمت رو برای دوستان بخونم خیلی جالبه عزیزان حدود یک برگ و نیمی دیگر مونده کم و بیش فکر نمی کنم به رو تمومش کنم حالا مکول می کنم به جلسه آینده ولی این بندش خیلی مهمه گفتم برای دوستان این رو بخونم حالا یه بخش توضیح میدم حالا اگر کمی کاستی بود میذارم واسه جلسه بعدی که مفصلا این رو بشکافم میگه مگر نمیدانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست وکالت منظورش نمایندگیه وکلای مجلس هم میگن این عبارت وکلا اتفاقا درسته وکیل مردم میشه یعنی از جانب مردم وکالت داره که بره کاری انجام بده خب حالا میگی نماینده مجلس در باب امور عام منظورش امور عمومیه اون چیزهایی که عمومیت داره در جامعه خب یه مباحث شخصی است مثل داشتن این موس و این خودکار و این ورقی که در دست میمیدون این لپتاپ اینا شخصی منه ولی یه جایی که من وارد جامعه میشم مباحث عمومی مطرح دیگه خب این میگه که در این امور عامه وکالت صحیح نیست یعنی کسی نمیتونه نماینده بفرسته و این باب باب ولایت شرعی است یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس مخصوص است به امام علیه سلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد میگه در باب مسائل عمومی قوانین حقوق عمومی مباحث سیاسی به هیچ عنوان شهروندان نمیتونن دخالت کنن اینها مربوط به امام منظورش اون حالا دوازده تا اون چارده تا است و نمایندگان اونهاست کسی که درس اونها رو خونده باشه پای منبر اونها نشسته باشه مردم حق اظهار و نظر ندارن و کسی نمیتونه دخل و تصرف ایجاد کنه یعنی این حکم رو کم کنه حکم رو زیاد کنه و از این روی کسی اومد به شما گفت که دم... استانبول دموکراسی سازگاره بدونید دیار... یا شیاده یا نمیدونه دموکراسی چیه یا داره دروغ میگه یا خوده میکنه یا نادانه از این چند حالت که گفتم خارج نیست چون دموکراسی یعنی این که من شرفن توی قوانین دخالت میتونم بکنم من نماینده میفرستم که از طرف من برو قوانین که دارم میذارن رو کن و ببین اگر جایی به نفع من نیست رأی منفی بده ولی شما در اسلام که نمیتونید بیاید بگید که دست دوز رو نبرید در اسلام که نمیتونید بگید که کسی که زنا کردش و نزنید اینه بحث کلی و این چیزی که این داره میگه این دقیقاً الف بای تز ولایت فقیه عزیزان داره این رو میگه و بنا در پایان این بند خب میگه ربطی به دیگران ندارند و دخالت غیر آنها در این امور حرام است و قصد نمودند مستند پیغمبر و امام را یعنی میگه شما وقتی میان توی مباحث حقوق عمومی قوانین عمومی اینها میخواید دخالت کنید دست بردید توی کار پیامبر اسلام وقتی من میام میگم که مرتد رو نباید کشت کسی که از یک دینی بر میگرده همونقدر شریفه که در اون دین بوده هیچ تفاوتی نمیکنه و یک حقوق برابر داره اینجا وقتی من میام حرف رو میزنم من اینجا کافر شدم چون پیامبر اسلام که حرف رو نمیزنه علی ابن ابی طالب و صادق هم حرف نمیزنن گرفتاری اینجاست از این رو میگم ما یک قدم جلوتر نیومدیم بعد من میگم که دوران پهلوی یک خوابی بود یک رویای شیرینی بوده که ایده ایراد میگیرن که آ نه آقا شما سلطنت طلبی شما پادشاهی خواهی حرفا رو در دوران پهلوی بیارید ببینیم چند نفر رو محمد رضا شاه فقید جرم ارتداد کشتن یعنی اومدن حکم صادر کردن این فرد از اسلام خارج شد اینو بکشید یا زنان رو به خاطر اینکه مثلا ده ده بدون روسری بیرون اومدن شلاق زدن اینها بذارید ادامهش رو بخونم جالب یک تیکه به دولت اسلامی اشاره میکنه مبحث جالبی است حیف حیف هم میاد که دوستان اینو نشنون و فکر میکنم تموم بشه این مبحث یک برگ آخر مونده برگ 536 که بیشتر داره در رابطه با این مبحث مدرسه صحبت میکنه زیاد چیز مهمی نیست خب میگه ای عزیز بر فرض بگوی مقصود اینها تقویت دولت اسلام بود چرا اینقدر تضعیف سلطان اسلام پناه را میکردن منظور محمد علی شاه و حالا که ده ده و چرا به همه نفت تعرضات احمقان نسبت به سلطان مسلمین کردند الحق چقدر بردواری و رعیت پروری فرمود تمام این مراتب را دید صبر فرمود به اشراف مملکت کردن آنچه کردند صبر فرمود به علمای اصر توهینات نالایق نمودند صبر فرمود و میاد میگه ولی بر همه واضح هست که تعرض به امور دینی و اعتقادی و ترتیب مقدمات از محلال دولت اسلامی مطلبی است که صبر در آن روا نیست و خلاف مقتضای سلطنت اسلامی است به خصوص حالا دیده شد که یک گبری رو اینا به خاطر این قضیه کشتن یک مسلمان رو به خاطر قتل گبری کشتن منظور زرتشتی و اینجا دوباره توضیح میده که شاهنشاه هم این مباحث رو کنار گذاشت و به توپ بست و این داستان ها و میاد اینجا میگه حالا ببینید که ما چه برای سر شما آورد رجس خونی میکنه این رو میخوام بگم اینجا که میگه دولت اسلامی عین همین رو شما در خمینی هم میبینید خمینی تا جایی که نه تا جایی که اون دولت یعنی اون حکومت پادشاهی مباحث فقهی رو پیش میبره و قوه قضایی در دست اینهاست که بود کافیه به اسناد رجوع کنید اینها هیچ کاری با استبداد ندارن چون راحت به راحتی میتونن کتب فرخی رو باز کنن زنا کردی شلاقش بزنید زنای محسنی کردی سنگسارش کنید به راحتی مرتدی گردنش رو بزنید بابی شدی اینو به توپ ببندید توپو شلیک کنید بهتره که خب اینه داستان کلی یعنی خودشون قاضی بودن خودشون حکم اجرا میکردن و کردن و و زمانی که قوه قضایی دوستان از دست اینها بیرون اومد اینها شروع کردن به اعتراض و اون مبحث ولایت فقی این تزه ولایت فقی و ولی فقی این اتفاق ریشه خیلی زیادی داره خود اخباریون در باب مسائل حقوقی قانونی و مسائل قضایی میپذیرن این رو الان احادیثش هست در به قولی کتب اربعه که میگن شما باید به نزد یک قاضی عادل برید قاضی هم که شیعه باشه نباید نزد قاضیان کفر برید هستی هست حدیث بسیار معروف است که خمینی از این استفاده میکنه و اعتراضی هم اتفاقا که به شاه میکنه خمینی دقیقا همین اعتراضه موقعی که حق رأی میخواد می می بده توی تلگراف و توی اون مباحثی که مطرح میکنه توی قوم عینا همین رو میگه به شاه این رو داریم میگه میگه این مسیری که تو پیش گرفتی روشی که تو پیش گرفتی این با شریعت جعفری مشکل داره نمیشه به زنان حق رأی داد و زنان رو وارد بازی سیاسی کرد اینجاست ما یک خمه دیگری میبینیم اینجاست که میاد تز مینویسه میگه بعد چه کار کنیم حالا این رو چرا گفتم به خاطر اینه به خاطر اینه که یه سری انسان بدسواد این افرادی که اناد دارن با این پادشاهان پهلوی میان میگن که آقا نه محمد رضا خودش مسلمان بود خب اوکی بود بر اساس قانون هم باید می بود خب این اومد استانپناه هم بود می میگن که قوه قضایه رو قانونگذاری رو حقوق از اینها گرفت از این آقا گرفت قانونگذاری رو از این رو اینا صداشون در اومد چرا این آقا میره پشت محمد علی شاه رو میگیره به خاطر اینکه محمد علی شاه قوه قضایی رو در اختیار اینها گذاشته بود میگفت توی تمام مباحث قوه قضایی، هر چیزی که رفتی به قوه قضایی داره، مال شما دفترداری و هر چیزی که ما در حال حاضر داریم میگیم طلاق و دیگه ازدواج و هر چیزی واسه شما این قوه قضایی دست اینها گرفتن و صداشون در اومد ما با این بسیجیان رو به شدیم، با این چپ های اسلامی رو به شدیم این حرف کلیه خمینی هم از این بابت توی اسلام درسته میگه ما که نمیتونیم که من من مسلمون شیعه توی ایران مثلا برم پیش یه قاضی یه قاضی مثلا به قول سکولار اونجا یه مبحث زنای محسن پدید اومده بگی اوکی آقا طلاقش بده تموم نه زن رو سنگسار کنه نه اون کسی که این کارو کرده سنگسار کنه نه اینا رو زندان بفرسته این داستان کلی گرفتار این افراد اینه این تاریک اندیشی اینجاست منم میگم این سند دوستان باید بارها, بارها بارها بخونن تا بفهمیم که چه بدبختی بر ما به راستی روا شده هنوز تغییر نکردیم من بحثم میکنیم با این بسیجیان با این آخوندها با این طلبه ها برات عرض کنم این شیخ فضل الله این طلبه نیست این طلبه هاشون نگاه نکنه سواد ندارن اینها نمیدونن چی میگن خودشون ها. با من ساعت با این بحث کرن. خودشون نمیدونن چی میگن یعنی شما از کتب اربعه واسه اینا بیارید صحبت کنید از صدوق و مثلا حالا شیخ قومی و اینها مجلسی اینا, مجلس اینا وا میره اصلا نمیدونن چی بگن اصلا چرا تو پرت دقیق خونده بود این تمام کتب اسلامی دقیق خونده آقای خمینی هم خونده خیلیاشون خوندن و میدونن داستان چه قرار گرفتاری ما هم اینجاست حالا وقت نقدش نشد یعنی بخوام بگم که مثلا میگه بنای قرآن بر آزاد, بر آزاد نبودن قلم و لسان است این رو باید توضیح بدم من دیگه که این قلم و لسان داستانش به چه صورته و چیز دیگری که حالا خیلی خلاصه کنم صحبت رو چون میدونم زیاد شد سر دوستان رو به درد اووردم یکی از مشکلات ما هم همین بود ما این رو نقد نکردیم فکر میکنم بالغ بر 120 سال پیش باشه من تاریخ دقیقش رو نمیدونم نگاه نکردم دوستان رو بخواید تو خیلی عذر میخوام من بعد نگاه میکردم حتما تاریخ شو شاید بالغ بر صد ده سال 120 سال پیش باشه صد سی سال پیش چه بس ما این سند رو نقد نکرد متاسفانه با اعدام این فرد خب یک آتیشی بود خب ما یه خاک ریختیم روش ولش کردیم گفتیم به رد کارش حالا میخونم از اعدام کردنشون که چی رو این رو اعدامش میکنن خب این چنین بود نقدش نکرد به نقد شمشیر نقد و این قلم نقد رو اینطوری بر تن گفتار این فرد نکشیدن اگه میکشیدیم این بلای خمینی سر ما نمی میندازم به گردن مهارزش بیچاره یعنی آقا نه تقصیر این بود این باعث شد خمینی بیا نزدیکم هستیم به واقعش اما فعلا صحبت میکنم در اون رابطه ولی میخوام این رو بگم اگر میمونم بحث میکردن اینجا به نقد میکشیدن گفتار این رو این به جای این که دنبال پیرو مارکس بشن به جای اینکه دنبال یاوه سر... یاو سرایی های انگلز برن این روشن فکران. اگر گفتار این فزار فضل رو ما... ما با این بیچارگی مواجه نبودیم به جای اینکه بیان 24 ساعت آگاهی طبقات و آقا نبرد طبقات و آقا. مارکس و موسکو قبل ما است باور کن نماز میخواستم بخونم اگر میخواستم بخونم مثال دارم بسن. به سمت موسکو میخوندن اینها به قدری رادیکال به قدری به قولی روسوفیل علاقمند به روسیه روسوفیل بهشون میگن روسوفیل هم که نگو نه مثلا حواسشون نبود به این متون باز نکردن که با اینا رو بخونن خب بخونیم نقد کنیم اینها رو این آقا آزادی بیان و لسان این چیش خوبه که این آقا نفهمیده قرار تو خودشون اعتقادی نداشتن دیگه روشن فکران دیگه همشون دارم میگم حالا ناگفته نمواد مثلا جلال آل احمد موقع که این رو اعدام میکنن وا این واقعه رو چیرگی قربگرایی بر چیز میدونه ایرانیت میدونه همچین چیزی کتاب قبضری خودش میگه میگه قربگرایی باعث اعدام شدن شیخ فضلای نوری شد این روشن فکران ما به جایی که بخونم میگم چی نوشته آقا این چی نوشته رفتن یه مسلمون یه رو کشتن قصاصشون کردن آقا اعتراض میکن میگه مخالف با قانون است. بگذاریم به دوستان عزیز به میگم تا نوبت دیگر